بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي قذف في قلوبنا حب الحسين و حب زیارته صلوات الله و سلامه علیه. از شهدای عظیم القدر عاشورا و کربلا جناب یزید ابن زیاد معروف به ابو الشعثاء کندی هست رضوان الله علیه. ایشون از دلاوران و تیراندازان ماهر در کوفه بوده، همراه عمر صد لعنت الله علیه از کوفه خارج شد و به امام علیه السلام پیوست. ظاهرا پوششی بوده برای اینکه به امام خودش رو برسانه، چون راه ها رو بسته بودن، به سهولت و راحتی مردم نمیتونستن رفت و آمد کنن و خودشون رو به خیام و لشکریان ابی عبدالله سلام الله علیه برسانن. روز عاشورا 100 تا تیر جناب یزید ابن زیاد پرتاب کرد به سمت دشمن و نوشتن از این 100 تا تیر 5 تا تیر بر زمین افتاده. امام با هر تیراندازی او را دعا میکردن، میفرمودن اللهم صدم رمیته و جعل ثوابه الجنه. خدایا این تیرهایی که یزید ابن زیاد میاندازه اینها را تقویت کن، اینها را تایید کن و پاداش این کار او را بهش قرار بده. خوشا به حال یزید ابن زیاد که مورد تحسین و مورد تایید امام زمانش ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه قرار گرفت. دیگر از شهیدان گرانقدر عاشورا جناب یزید ابن مغفل جعفی هست. شاعر بوده، هنرمند بوده و از شجاعان کوفه بوده، صحابی پیامبر صلی الله علیه و آله بوده، در جنگ قادسیه هم حضور داشته و امیرالمومنین علیه السلام رو یاری کرده در صفین و بعد هم امیرالمومنین مأموریتی به او داده. مأموریتش هم این بوده که رفته به جنگ ابن راشد در اهواز. خریت ابن راشد یکی از خوارج بود که با 300 نفر از لشکر جدا شد. حتی نوشتن که همراهان او مسیحی شدن، فتنه بزرگی رو درست کرد و امیرالمومنین یزید ابن مغفل رو برای نبرد با او به اهواز فرستادن رضوان الله علیه و سلام الله علیه. الحمدلله و صلی الله علی رسول الله و علی آله آل الله. صبر کن، آنچه باید جرعه جرعه نوش کنی و مست حیرتش شوی. کرشمه حق است در لباس خون. وقتی جماعتی به روی امام زمانشان تیغ می کشند،